با سلام و شب بخیر خدمت تمامی زبان آموزان گرامی و همراهان کانال آلمانی به فارسی خب با یه درس دیگه در خدمتتون هستیم این درس هم نامنگاری هستش و ما این رو هم آپلود میکنیم توی یوتیوب و جز دروس نامنگاری میشه که امیدوارم از آنس تا بسوای شاید هم سه آنس ما پیش رفتیم نامنگاری و امیدوارم که تونسته باشم تا این درس چیزی رو بهتون یاد داده باشم و شما هم استفاده لازم رو برده باشید خب میریم طبق معمول درسمون ناممون رو دانلود میکنیم از سایت تلک دات نت میریم توی سایت تلک دات, نت. تلک دات نت. یا تلک پونک نت چهار تا صفحه میان پایین یک دو سه چا و اولی اشپریشن پروفونگ ویلن دویچ تست فور سو واندره آت سوی بیس به آنس خب روش کلیک میکنید و توی این قسمت اوبونگز ماتریال اینو کلیک میکنید و بعدش یه لینک بهتون میده که میتونید روش کلیک کنید و دانلود کنید و فایل صوتیش هم اینجا میتونید دانلود کنید همراه همراه این فایله ولی خب اینو مطمئن باشید 100 صد درصد چیزی که توی امتحان میاد مثل همین هیچ فرقی با این نمیکنه یعنی نامهایی که تلک میده واسه آنس یا بی آنس، یا بیتس وای همشون از این سایت هست خب اینو دانلود میکنیم بازش میکنیم ببینیم چی چی داریم توش بله این هم از نامه یکم بزرگ کنم اینو که شما هم ببینید خب میریم توی صفحه اول هرن صفحه شیشه لیزن صفحه ده شخایبن صفحه نوزده ما هم میریم صفحه نوزده نوزده خب یا دوم رو بعد انتخاب کنیم خب میریم شروع میکنیم اینو بذار من ببندمش که بزرگتر بشه صفحه خب برای یه رو بزرگترش کنیم خب 30 منوتش خیبه سی دقیقه وقت نوشتنه ولنزی زی آ او دا ب. انتخاب کنید تمرین یک آ یا آفگابه یا تمرین دو Zeigen Sie, نشون بدید زی کنن چی یاد گرفتید چی میتونید یعنی چی تا حالا یاد گرفتید شخیبن زی مگلیشت فیل بنویسید تا جایی که امکان داره تا حد امکان بنویسید یعنی پرش کنید تا جایی که امکانش هست شخیبن زی ایغن تکست auf آنت ورد بوگن بنویسید متنتون رو توی اون چیزی که بهتون میده یه بوگنی هست اونو بهتون میده بوگنم الان بهتون میگم که کدومه اینه این بوگن مال نام نگاریتونه می نویسید کامل و بعد, بعد هم که میره نام نمره بهتون میدن دیگه خب کجا بودیم 19 از درسمون خارج نشیم خب آفگاب آ ما اولی و فعلا حل میکنیم تا بعدی زی هابن این انترسانتس وونونگز Angebot gelesen. شما یه پیشنهاد جالب رو خوندید. زی شرایبن اینن بریف den فمیتا. شما شما می‌نویسید یه نامه برای صاحب خونه. هرن میتونید آقا هم بگید. هر هرن یا هر هر دو رو می استفاده کنید. هرن شمیتز آقای شمیتز به آقای شمیتز. weil زی زیش für دی Wohnung interessieren. به خاطر اینکه شما خوشتون اومد از خونه شخیبن زی اتفاست اوبا بنویسید از این چیزایی که این پایین داد این پونکت یا امتیاز چیزایی که این پایینه یا اوبا میتونید حالا شاید اینجوری هم بیاد مثلا میگه که اوبا دی نکستن پونکت او دا تیمن تیما میشه یه دونه تیمن میشه جمع دلیل حالا یا پونتهای اینا. یا شادامیات، اونتن آف گفته پونته، گرند دلیلش نباید تانه تونو بگید. اولی میشه انجام بهن تویان، انجام بهن یعنی زک کنید یا دلیل که اینکه شما کی هستین کار میکنین، سر کار میکنین، مجاردین، زن دارین، بچه دارین، خب، تاریخ فیا بزشتیگون، قرار ملاقات برای بازدید بزشتیگون میشه بازدید. یا آره که بریم اونجا ببینین خونه رو مکلش انتسوکس تامین خب میریم شروع میکنیم اودا اینم که بعدیشه اینم بعدی میگم توی درس بعدی بریم توی صفحه خودمون نامه نگاری اول از همه بگفتم چی باید بنویسید شروع نام انغیده خب زگیته چی میگیم؟ خب این شد انغیده زگیته هر شمیتز اگه خانم بود زه گیت دیگه اغ نمیخواد میریم سراغ آین لایتونگ یعنی معرفی کنید که آقا در مورد خونه در مورد, در مورد چه میدونم زمینه در مورد یه چیزی میخواین بخرین که اینکه موضوع نامتون چیه خب میگیم که ایش هابه میگیم که من خونهتون رو توی حالا هر چیزی میتونید بگید توی سایتونگ توی روزنامه توی اینفو تافل توی مکانی که اعلام اعلاناتو میزنن خب الان بهتون میگم میگین که من خونهتون رو توی روزنامه دیدم ایش ها به ونونگز آنگ بود ببینید اس میاد یعنی چی؟ یعنی که این دو تا اسمه هم وونونگ هم آنگ بود بعد داست آنگ بود میشه البته آرتیکلش داسته آرتیکل رو همیشه با اسم دوم میگیره مثلا اگه یه چیزی بود اگه دی بود این آرتیکل کلا این هم تغییر به دی میکنه ولی این انگ چون که داس انگ هست این هم کلا میشه داس دی وونونگ نمیگیم دیگه میگیم داس انگ بوت وونونگس انگ بوت خب ایش هاب ایرا وونونگس انگ این در تایتونگ گزین یا که میتونید بگید گستن هاب ایش ایرا وونونگس انگ بوت ان تافل اینفو تافل گزن این فوتافل جایی که اعلاناتو میزنن حالا توی شهر توی کلیسا چه میدونم هر جایی میتونم بزنن خب اونجا زدم و شما هم خوندید پس هم میتونید اینو بنویسید میتونید اینو هم بنویسید گفتم که میتونید هر دوتا رو استفاده کنید هم میتونید بگید ich habe ihre wo ich habe ihre دی in میشه ده چون که این وو کجا شما دیدید اون اعلامیه رو داخل در جواب وو گفتم همیشه داتیو میاد این هم داتیو هم اکوزاتیو پس اینجا با وو که میاد یعنی باید اینو به داتیو جواب بدید این در تایتون gesehen جز... یا میتونید بگید گستن ها بهش ایره وونونگس آنگبوت آن دئر اینفوتافل gesehen یا یا میتونید بگید گستن ها بهش ایر وونونگس آنگبوت آن دئر اینفوتافل gesehen یا میتونید بگید

پس همه چی میتونه استفاده کنید خب این هم شد آنلایتونگ یا معرفی شما هر دوتاشو نمیخواد با هم بنویسید یکیشو بنویسید هر دوتاش درسته این هم نوشتیم گروند یا دلیل و میریم بعدش سراغ بدنه نامه خب بعد از آنلایتونگ یا دلیل نوشتن میریم سراغ هاپتایل یا حالا میتونیم بگیم قسمت اصلی نامه میریم سراغ ببینیم چی داریم بعدش گروند فی ایغه اینو که نوشتیم انگابه تو ایغه یا ایغه انگابه تو ایغه پیزون مشخصات شخص رو باید بنویسیم ما هم میریم مینویسیم که کی هستین و از کجا اومدین و چی کار میکنین و کارتون چیه خب میگیم که مثل همیشه خودتون رو معرفی میکنیم میگیم مثلا نامتون حالا اسمتون هر چی هست میگین مای است مجید مولا مولا یه چیزه مول اشقال اینا نیست مول یه فامیله معروفه توی آلمان <laughs> <laughs> خب میگیم مای است مجید مولا بعدش کارتون چیه یه کما میذاریم بعد حالا از هر جایی که میان میتونید بنویسید ایش کم آس آس دم ایران یا آس میتونید بگید ایش کم آس دم ایران ایش کم آس افغانستان ایش کم آس در ترکای ایش کم آس دن نیدرلندن یا، ich komme aus... دن aus den USA. Ja, ich komme aus همه شو میتونید بنویسید ولی باید توجه کنید که اون کشوری که دارید بنویسید آرتیکل داره یا بدون آرتیکل مثلا افغانستان آرتیکل نداره میتونید فقط بنویسید ایش کومه افغانستان تمام کشورهایی که آرتیکل ندارن چیزی نمیخواد بنویسید فکر کنم کشور عراق عراق هم آرتیکل داره مثل ایران دره بس بعد بگید اوس دم ایراق خب من دیگه همه رو نمی نویسم میریم بعدی پونکت میایم پایین می نویسیم می نویسیم مثلا چه مدتی توی آلمان زندگی می کنیم ایش لیب زایت اینم یا یا میتونید بگید ایش لیب زیت چوی یا یا سین یاغن، چوانسش یاغن، هر چیزی میتونید بگید ولی چون که سال جمعش چیز میشه و جمع میشه میشه یاغه خب نمیشه ولی چون که یه دونه میگیم یه دونه یا دست یا اینم زایت داتیوه زایت اینم یا خب ایش لیب زایت اینم یا این دوش یا میتونید بگید ایش هابه فستس اینکومن das Einkommen. یعنی من که کار چیزی دارم کاری که دائمیه حالا اینجوری نیست یه روز برم دو روز نرم یا شغل آزاد زلپس اشتنلیش میشه شغل آزاد این که نوشتیم میتونیم دیگه ایش آبایت با علمه اینکشو می بای آینا کافست یه دونه یا اینکه مخففه میشه کرافت سویک یعنی جایی که وسیله های موتوری رو تعمیر میکنم ولی خونه میگم کرافت سویک میگن کافتست ست راحت یا یعنی اینکه اصلا کلا میگیم ورکشتات پس اینم هم بینیم هر چیزی که کار میکنیم میتونید بنویسید و چی داریم دیگه معرفی کنید دیگه خودتون اون چیزی که تا الان تا آسوا یا به آن یاد گرفتیم باید معرفی کنید بنویسید دیگه حالا هر چیزی میتونید بنویسید Uh, گفتم که یا میتونید بگی ایش هاب فستس اینکومن یعنی کارم ثابته خب بعدش هم میتونید بگید حالا ایش بین نیش غاوخا یا ای که ایش بین غاوخا یا بگید که ایش یا بذار بنویسم اینو uh, پونکت نیشت غوخا. یا اینکه میتونید ایش بین غاوخا یا اینکه یا یعنی اینکه دوباره میتونید بگید یا یعنی اینکه کما بذارید خب اینجا کما میذارید بعد اسمتون رو مینویسید حالا اسم جملتون رو ادامه میدید یا یعنی اینکه میگید اونت و خب یا یعنی میتونید بگید که اونت و ایش habe کاین هاوس دیه تمام دیگه حالا برچ خودتون خواستید بنویسید میریم سمت شلوس یا بستن ناممون بذارید ببینیم چی داریم دیگه خب اینجا زده که انگابه اینا که معرفی کردیم همه چی رو ترمین فی و ترمی بزشتیونگ خب قرار ملاقاتو میذاریم باش یه چیزی اینجا یادم رفت بهتون میگم میتونید دنبالش بنویسید که ایش ورده سوزامن میت مین فراو ادا مین فامیلی مین فامیلیه انتیین الی من تمام دارم که حالا با خانومم یا خ... خانواده یا Frau ein خوب اینو Wann hätten Sie Zeit für eine Besichtigung oder wann haben Sie Zeit damit ich mich vorstellen kann und die Wohnung anschauen kann. من دو بار اینجا کان نوشتم میتونید اولی پاک کنید دیگه هی نگیم کان 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 خب. یکی کافیه وان هتن زی سایت فیو میتونید هم بگین وان هابن زی سایت ولی یکم نامحترمانه تر ولی اینجوری که بگین یه وان هتن زی خیلی محترمانه برای قرار ملاقات یا اینکه بگین وان هابن زی سایت کی وقت دارین تا دامیت یعنی تا ایش میش فرش اون دی وونونگ انشاون کان یا یعنی اینکه منو خودم معرفی کنم و اینکه خونه رو هم ببینم دامیت میشه تا یعنی تا زمانی یعنی. حالا تا همون تای فارسی میشه با. بعد وقتی که دامیت بیاد فل همیشه میپره آخر نگفتم دامیت کانیش باید همیشه کان بیاد آخر خب اینم نوشتیم بریم سراغ پونکت بعدی چی بود؟ مکلیش انتوکس تمین خب این هم بنویسیم خب میتونیم بگی الان ما ماه اکتبر هستیم مثلا این ماه میتونم جا به جا بشم یا اینکه ماینه ما میگین که مثلا یا اینکه بگی بگید حالا مثلا فرتقا یا قرار دادم تا آخر این ماه وقت داره تا آخر اکتبر و میتونم بعدش جا به جا بشم حالا چجوری میگیم به آلمانی اشکن اب اکتبر اکتوبا اومدسین اودا ماین اکتویلا فتغاگ لویفت بیز اند اکتوبا, اند اکتوبا. میگه که من میتونم آخر اکتوب همین ماهی که هستیم جا بشم یا, یا اینکه که میتونید بگید ماین اکتویلا یعنی فتغاگ چیزی که الان دارم خب اکتویلا یعنی در حال حاضر لویفت اعتبار داره تا اند اکتبر یا ja, اینکه میتونید بگید گیت 20 اند اکتبر خب اینم از این نوشتیم همه رو آره پس میریم سراغ شلوس آره. نامه رو میبندیم دیگه آره. میتونید این حالا این قشنگ اگه بنویسید هتسلیش گروسه یا اینکه میتونید گفتم بنویسید می, می گروسن میتونید بگید که ایش فرو میش اوف ایره این هم بنویسید خیلی قشنگه خودش هم کلی 4 5 تا چیز میشه واژه میشه این هم که میجید آخرش هم میزنید مجید مولا دو تا ال داشته باشه خب این هم از این پس یه چیزی رو من اینجا یادم رفت بهتون بگم همیشه تاریخ نامه رو بنویسید شما نمیخواید ایمیل بزنید شما میخواید امتحان بدید امتحان امتحانی هم که شما می نویسید روی کاغذه پس ایمیل رو همیشه این سمت بنویسید مثلا امروز نمیدونم حالا چند امروز میشه سه زمانی که من دارم این فیلم رو ضبط میکنم سه ده دوزار هستین خب اینو بنویسید مکانتون هم بنویسید کجا هستین میتونید حالا به جای این هم پونک بذارید یا نقطه بذارید قشنگ میشه اسم شهرتون هم حالا اینجا بنویسید خب خودش اینو نمره داره خودش گرامتش هم که همش درسته بعدم یکم کوچیکش کنم خب پس ما ناممون رو نوشتیم و اینم از این نامه بعدی رو به زودی انشالله قرار میدم اونم نامه نامه که بعدی میخوام درست کنم خب امیدوارم که لذت برده باشین و تونسته باشین چیزی یاد گرفته باشین از من و سوالی چیزی دارین حتما یا کامنت کنین اینکه توی کانال با ایدی بنده در تماس باشین خب امیدوارم که هر جای دنیا هستین و هر در هر زمان از شبان روز که این فیلم رو دارین نگاه میکنید سالم و سرحال باشین و همیشه موفق باشید پس تا نامه بعدی بدرود